اطلاق مرد. سایت اینترنتی ماشد فیلم تقدیم می کند. با شرکت والتر برینان، والتر هستن، آن باکسر، دانا اندروز. محل داستان این فیلم باتلاق اوکیفنوکی در ایالت جورجیا است. تا سالهای اخیر پهنه 1100 کیلومتر مربعی این باتلاق و جنگل موجود در آن چون دنیای وحشی ناشناختی برای مردمی بود که در حاشیه آن زندگی می‌کردند. آنان می‌دانستند آب ساکن این باتلاق پر از سوسمار و جنگل‌های انبوه آن پناهگاه مارهای سمی است. مردم از این موجودات وحشت داشتند، ولی بیشتر از پهنه کشف نشده این باتلاق می‌ترسیدند. چون اگر انسانی گم میشد دیگر امیدی به بازگشت او نبود. نگاه کنین، قایقشون اونجاست. برو اون طرف. دیگه لزومی نداره بیشتر از اینا دنبالشون بگردیم. اصلا برای چی دنبالشون بگردیم؟ اونا لابد شکارچی سوسمار بودن. اسپورت تو شد بینا دار بارد مانی بیگ ویت پلیس اوکی فنوکی. ما که هرچی گفتیم تو باور نکردی ترزه. 1100 کیلومتر مربع یعنی 700 مایل منطقه بی‌مساوی ارزش. من حتی نمیذارم یه موی سرم تو این 1100 کیلومتر مربع مدفون بشه. خیلی خوب بهتر از اینجا بریم، چیزی نمونده که هوا تاریک بشه. تا وقتی اون علامت صلیب جلوی چشممون باشه امکان نداره گم شیم. کلانتر ممکنه گم نشیم تیم، ولی اینجا اعصابمو خورد میکنه. زود باش پرو بزن هردی دریافت. ترابل ترابل صبح بخیر خانم هانا. صبح بخیر بین. سگ منو ندیدین؟ نه ندیدم. Answer, honey, you're a right pretty woman. I don't know how come you ever married an old man like me. You ain't no old man. Well, I wish you wouldn't go fox hunting all the time. Always going off with them dogs at dusk, dark, and leave me to sit here alone. Hannah, I've been doing it ever since I was old enough to own a dog. Just can't change us swamp folks. Look at Ben, that dog of his. I get lonesome. Why, I told you your sister could come and live with us. It ain't my sister I'm lonesome for. Hey,
میری شکار پسرم؟ نه سگم بر نگشته، میخوام برم دنبالش. بیا اینجا بریم. بله پدر. مواظب خودت باش، به اون باطلاقم نزدیک نشو. آخه چطوری میتونم به باطلاق اوکیفنوکی نرم؟ سگ من اونجاست. حرف بزرگتر رو گوش کن. کی برمیگردی؟ هر وقت اون سگ احمق رو پیدا کردم خانم. تا شب باید برگردی، همونطورم که گفتم به اون باطلاق نزدیک نشو. میدونین که برای پیدا کردن سگم کجا باید برم؟ باید گفتم برم شب برگرد یا دیگه هیچ وقت پاتو اینجا نذار. بین باشه، سعی میکنم تا اون موقع برگردم. سعی کردن کافی نیست، برگرد. اگه بناسی رفتارو بکنی بهتره هیچ وقت برنگردم. اینش دیگه به خودت مربوطه. خدا پس خانم. هیچ وقت باش اینطور حرف نزده بودی ترزده. اونم هیچ وقت تنها به اون باطلاق نرفته بود. تو براش حکمه یه مادر رو داشتی همه. میدونی که چه احساسی دربارش دارم. Sure I know. Women don't need no telling. Trouble you men folk is you're afraid to let on to each other how you feel. Hello, Ben. Howdy, Mabel. My goodness, you look like a thundercloud. Oh, I just had a big fight with my father. Well, whatever for? My dog's lost it. Oh, we have nothing to fight about. We fit about my going to get him. Oh, Ben. Well, what are you laughing about? I got a right to get my dog, ain't I? Well, don't fight with me about it. Go get your dog if you want. That's what I aim to. Ben. I guess you are upset. Got old trouble on my mind. Well, for heaven's sakes, go look for him then. That's just what I'm gonna do. یه جبه فشنگه کالیبر 12 میده. کی تا حالا برده دیو؟ هنوز برده باختی نشده. لاسکس مثل اینکه قاتلت بد جوری شل شده مگه نه؟ آره یه میخ تو پاش فرو رفته، اگه فرصت کنم میخوام اونو از پاش در بیارم. ببینم یکم وقت داری رو من کار کنی؟ آه البته که دارم. میخوای کجا بری بن؟ اوکیفنوکی. یعنی میخوای به اون باطلاق بری؟ آره باید سایمو پیدا کنم. منظورت اینه که میخوای تنها بری؟ دوست داری بیا با هم بریم؟ نه 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 من علیک نیستم. از الان پیش چشمم روشنه که بد جوری تو باطلاق گیر افتادی. آره بله، بعدشم فریاد کشو میاد بیرون در حالی که یه سوسمار پاچه شورتی گاز کرده. من از باطلاق ترسی ندارم. اون دوتا شکارچی هم که دیروز دنبالشون میگشتیم نمیترسید. چنم چی میکنی؟ آه هیچی، فقط خواستم ببینم کلات به سرم میخوری یا نه، چون این تنها چیزیه که ازت باقی میمونه. آه امان از دست این ماده گربه، همچی که پشتمو بهش میکنم چند تا بچه پس بیندازه. ما حاضریم یه کاری واسط بکنیم مارتین. منو با دونارو میریزیم توی یه کیسه و سر رای خونه میندازیمشون تو رودخونه برای همیشه خلاصت میکنم. آره راست میگه. باشه قبول دارم. خلاص بریم، یه کیسه بنده بیار. عجله کن باد. Kitty, kitty, where? Back behind that barrel. Move it. Don't let him get away. No, he ain't here. Bobby, go, go. Where can he go? He went over there someplace. He's over there, Mike. He must be here. Here it is. Give me that cat. Ow! You! Gun! That's your back. You hear me? Why don't you let her have it, Marty? Aw, give him the cat, you. Maybe we ought to put you in that croaker sack, you little fighting cat. Fork over that bottle of red eye, Marty. Come on. Hurry up. Oh. Ben? If you aim to wrestle them bull gators in that there swamp, you'll need a swallower of this.
No thanks, Bud. It might taste of cats. Huh? Ben! Ben! Hi, Gordon! Cold out crazy about that dog, bless J.D. if he ain't. Can't nobody stop him now. صدای ترابل
تو کی هستی؟ ببینم تو تام کیفر نیستی؟ خیلی متاسفم رفیق. از این متاسفی که با چوب زدی تو سرم؟ نه، از این متاسفم که تو فهمیدی من تام کیفرم. دنبال من اومده بودیم؟ نه، اومده بودم دنبال سگم، فقط همین. حتی نمیدونستم در اوکیفنوکی مخفی شدی. بعد از فرار تو کلانتر فکر تو خودتو به ساوانا رسوندی. اگه اجازه بدی سگمو وردارم برم، قول میدم این جریانو به کسی نگم. فکر نکنم بتونم این کارو بکنم. به علاوه امکان نداره تو بتونی راهو پیدا کنی. خب اینو تو میتونی بهم بگی مگه نه؟ این کارو نمیتونم بکنم. حالا فهمیدم چه بلای سر اون شکارچی اومده. اونا رو مار گزیده بود. جنازه‌شونو در حالی که ورم کرده بودن پیدا کردم. اون طرف دفنشون کردم. اسم تو چیه؟ بن. بن ریگن. پسر ترزدی. ترزدی عضو هیئت منصفه بود که رأی به اعدام من داد. خب پس چرا معطلی؟ تو که قبلا یه نفر کشتی مگه نه؟ قبلا فکر کرده بودم هر کی بیاد دنبالم گلوش پاره کنم. حالا نمیخوای این کارو بکنی؟ تو که دیگه نمیتونی از اوکیفنوکی بیرون بری. اگه بذارم بری اولین کاری که میکنی اینه که منو لو بدی. نه، قول میدم این کارو نکنم. قول تو برای من ارزشی نداره، به خصوص وقتی که پای جونم و جریان اعدام در میون باشه. Keeper, you ain't man enough to keep me here. There ain't but one way to find your way out in this swamp now. That's with me showing you. Sure proud to have me a dog like that. You ain't got him yet. We'll get out, Keeper, if I have to bash you in the head when you ain't looking. Bud. There ain't no man living can catch me when I ain't looking. حرکت کن کیفر. دوست ندارم بکشمت. حالا سوار اون قایق بشو، من از این باتلاق ببر بیرون. اون کاردو مخصوصا اونجا گذاشته بودم. فکر میکنم حالا وقتشه که درسی بهت. یالا را بیافت. امیدوارم صدمه ای نیده باشی. خیلی سعی کردم زخمی نشی. نمیخواد برام دل سوزی کنی. دفعه دیگه مطمئن باش میکشم تو. تنهایی از اینجا میرم. تا حالا آدمی به سرسختی تو ندیده بودم. پسر خوبی هستی، ولی بهتر این فکر رو از سرت دور کنی. تو تا آخر عمرت اینجا موندگاری. خیلی چیز هست که باید دربارش فکر کنیم. پت کالینز با اون گلهی که زدی تو قلبش، هیچ فکرشو کردی؟ گاهی اوقات به وضع اون دختر بیچاره و آیندهش فکر کرد. منظورت اینه که بیرون از این باتلاق یه زن داری؟ بهترین زن دنیا همسرم بود. بعد از مرگش هیچ کس نتونست جاشو پر کنه. دلم میخواست میتونستم یادگارشو خوب بزرگ کنم. یادگارش؟ منظورت چیه؟ بچه‌شو، دخترمو میگم. برای همینم بود که به این مرداب پناه آوردم، وگرنه میتونستم برم یه جای دیگه و زندگی تازه‌ای شروع کنم. نمیخواستم بیش از این دوری جولی رو تحمل کنم. جولی؟ بعد از بازداشتم مارتی مک‌کورد ازش نگهداری میکنه. اون کار میکنه و خانم مک‌کوردم در عوض خورد و خوراکش رو تأمین میکنه. آره، اونو دیدم. این اواخر؟ آره، اون دختر جوونو دیدم. حالش خوب بود؟ بله خوب بود.
ببینم آخه چطوری اون دختر توه ولی فامیلش کیفر نیست. اسم خوبی نیست که آدم بهش افتخار کنه. نام فامیل همسرم گوردون بود. وقتی قرار شد منو اعدام کنن خانم مکورد قول داد اونو با این اسم بزرگ کنه. واقعا که خانم مکورد زن خوبیه نه؟ هیچ کسی اینو نمیدونه؟ چرا؟ ترزی درباره چیزی نگفته؟ بین بیرون این باطلاق آدمای خوبی زندگی میکنن. اکثر مردم خیلی بیشتر از اون چیزی که من فکر میکنم خوبن. بعضی هم خیلی بدترن. منظورت چیه؟ چی؟ بلش کن. چه برای سرت اومد؟ کیفت؟ چی شده؟ خدای من تو رو مار زده. کیفت؟ براش طلب بخشش میکنم. روحی که به طرف تو اومده کسی جز تام کیفر نیست. اون خیلی بی سر و صدا از این دنیا رفت. من ازش شکایتی ندارم. درسته که اون میخواست ترابل از من بدوزه اما فقط به خاطر تنهاییش این کار کرد. امیدوارم در مورد قتل پت کالینزونو بخشیده باشید تا روحش از رنج آزاد بشه. آمین. بیا ترابل. نمی‌کردم تو رو دوباره ببینم. من موندم اینجا که تو رو دفن کنم. اینطور که معلومه تمام شب و بیخودی زحمت کشیدم. اگه قرار بود به این چیزا بمیرم مدت‌ها پیش مرده بودم. ببینم تو پادزهر داری؟ افکارمو برای خوب شدن متمرکز می‌کنم. Think hard on it. Maybe do a little praying. اینو همش به امید آدم بستگی داره. وقتی دیدم کاردم نی فکر کردم تو از اینجا رفتی. نه اونو ورداشتم که محل نیش ما رو پاره کنم. بیا بگیر. متشکرم. اگه بخوای میتونی اسلحتو ورداری بین. You ain't listening, Miss Hannah. You better go now, Mr. Wick. How come you can't call me Jesse like you used to before you was married? You better go. Well, how come, Miss Hannah? You know how come. Thursday'd kill any man he catched here now. He ain't catching me. I'm safe as long as I hear them hounds a baying. He won't come back till they catch their fox. He ain't fox hunting tonight. He's hunting Ben. Got a notion of working his way around the edge of Okefenokee, blowing his horn till Ben'll hear it. Thursday holds himself to blame for letting Ben get lost and... Ben don't never come back. I reckon it'll just about kill him. Listen, somebody's coming.
Don't run. Ben! Ben! Miss Hannah! Get your back, give me up, didn't you? We feared you were dead. Hurry, Jazzy. داشتم از اینجا رد میشدم، اومد بیرون و سراغ تو رو از من گرفت. ما خیلی نگران شده بودیم، فکر میکردیم تو تومه سوسمارش. گفتم هر وقت سگمو پیدا کنم برمیگردم. همین دیروز اونو پیداش کردم. من از این طرف رد میشدم و اومد بیرون و سراغ تو رو از من گرفت. تمام این مدت توی باتلاق بودی؟ آره، من اون سگ احمق مزیگوت وسط را جون اون از دست بدیم. من بهش گفتم تو رو ندیدم و ازت هیچ خبری ندارم. متشکرم جسی. Thanks, Ben. I was just passing by. You look half starved. I'll get you something to eat. I can sure eat it, Miss Hannah. Tessie, I'm mad. شب بخیر ترزه. گفتم که برمیگردم پدر، تراولم پیداش کردم. ولی خیلی طولش دادی. نه پدر، به محض پیدا کردنش برگشتم. چند تا پوستم با خودم آوردم. بهت گفته بودم باید شب برگردی. آخه گم شده بودم. تو خیال کردی بزرگ شدی؟ اگه به حرفم گوش نکنی مجبور میشم اذیتت کنم. چیزی نمونده بود جونمم از دست بدم. تو یه کله پوکی، می‌خواستی اینو بهم ثابت کنی؟ مردن منم برای شما هیچ اهمیتی نداره. اگه نداشتی اینقدر ناراحت نمی‌شدم. آخه این حرفا چی رو می‌خوای ثابت کنی؟ بدم تو ثابت کنم که تو باید از بزرگتر طرف شنوی داشته باشی. همین بس. تستی. یه جلو می‌دم. من حاصل نیستم با شما دعوا کنم. اینو که میدونم، میخوای از همونجا با هم جر و بحث کنی؟ نه اینطور نیست. من دیگه برای خودم مردی شدم. دیگه حاضر نیستم کورکورانه اطاعت کنم. سر به سرش نذار. دخالت نکن هانا. خیلیا با اوکیپنوکی رفتن و دیگه برنگشتن. کافیه بهم قول بدی که دیگه پاتو به اون باطلاق نذاری. منم این دفعه رو گزارش میکنم. شکاری که اونجا دیدم هیچ جای دیگه ندیدم. میخوام برای همیشه برم اونجا شکار. وقتی که زیر سقف این خونه این نمیتونی. چیزی نمونده که این از قصه تو دیوونه بشه. بن دیگه لازم نیست قصه منو بخوره. خواهش میکنم نرو بن، اون فراموش میکنه. شما خوب میدونین که من باید برم. این درست نیست که تو بری، پدرت بهت احتیاج داره، منم بهت احتیاج دارم. چراشو نمیتونم بگم، من اینجا یه چیزی میترسم. اوه بن، من تو رو مثل پسر خودم دوست دارم، بهتره ما رو تنها نذاری. فکرشم نکنین خانم هانا، مارتی کل به خرابه داره که میتونم برم اونجا و زندگی کنم. دیر یا زود باید اینطور میشد، منم دیگه باید رو پای خودم باشم. برمیت هانا. جولی جولی اینجا جولی، بیا اینجا، داشتم دنبالت میگشتم. بیا دیگه، من که نمیخوام اذیتت کنم. برو تو ده، برو، میخوام یه چیزی بهت بگم. تو مرداب پدرتو دیدم. پیش از اینکه برگردم نزدیک بود همدیگه رو بکشیم. من نمیدونم راجع به چی حرف میزنی. پدر من در هیچ مردابی قایم نشد. چی میترسی؟ من که نمیخوام به کسی حرفی بزنم.
قرار من اون شریک بشیم. میخوایم با هم دیگه بریم شکار. اینجا رو ببین. همین الان پوستایی رو که شکار کرده بودیم به مارتی فروختم. نصف این پول مال توه. تو نمیخوای اونو لو بدی؟ البته که نمیخوام. ما با شکار تو اون مرداب بتونیم کلی پول جمع کنیم. خودم و تامو میگم. تام گفت وقتی پولت جمع شد اگه بخوای میتونی برای ادامه تحصیل به ساوانا بری. اون حاضر نیست تو مثل گربای سرگردون تو خونه‌های مردم کلفتی کنی و خرج زندگیتو در بیاری. من اگه کار میکنم برای اینه که از ولگردی و تام پروری خوشم بیاد. لازم نیست که عصبانی بشی. بیا. من جایی ندارم که قایم بشم. ولی تام گفته این پولو بدم به تو. میترسم این همه پول نگه دارم. من که هیچ وقت پولی نداشتم. پس تا وقتی به اوکیفانا که برنگشتم و نظر تامو نپرسیدم خودم برات دیگه میگم. اون حالش خوبه. اون مریض و بیمار نیست. تام کیفه؟ هیچی اون از پا در نمیاره. بهتره تو همسر مارتی متوجه غیبتت نشد از اینجا بری. آه بخوا چیزی از دهنت در من؟ نه اما واضحم. حالا برو. دلت میخواد اینجا رو برای تمیز کنم؟ یه کار میتونی بکنی چون از تنها کاری که خوشم نمیاد درست کردن تخت خوابه. ولی مواظب باش کسی متوجه اومدنت به اینجا نشه. Hold on, boy. You stay here. Don't let him out, young man, or he'll go buck chasing again. Can I feed him? Sure. Troubles like me can always eat. Trouble. That's a fine name, ain't it? Mabel. Ben! Oh, Ben, I thought you was never coming back. Go on thinking if it makes you act this way. Don't guess this is no way for a nice girl to behave. That's the way I want my girl to behave when I come to see her. Abel? Hmm? I got something to tell you. What? I run off from home. You did? Moved into Marty McCord's old shack. Oh, that old place. I aim to fill that shack with hides come wintertime. Ain't nobody in this town I'll have to say sir to. I'm my own man now. Well, you're just talking big again. No, I ain't. Get me a saddle horse and a fine hound so I can breed old trouble and raise some little troubles. Not long after that, maybe I'll be around here with a proposition to make you. What kind of a proposition? You'll find out. I'm going into Okefenokee trapping. You never seen it like a hide animal's in there. بین تو تو اون باطلاق بالاخره سربه نیست میشه دیگه هیچ وقتم دیگه نمیدیم. نگران نباش. چرا نباشم؟ خواهش میکنم دیگه پاتو اونجا نذار. میترسم تو هم مثل شکارچی ها تومه سوسمارا بشه. سوسمارا اونا رو نخوردن. مار اونا رو زده. البته اگه کسی مثل من به راوچه آشنا باشه هیچ وقت دچار مار زدگی نمیشه. تو از کجا میدونی اونا رو مار زده؟ چی باعث شده که اینطور فکر کنی؟ حرف بزن تو از کجا میدونی؟ خب آخه دیدم اونا رو کجا دفن کردن. کی اونا رو دفن کرده؟ کی ممکنه تو اون مرداب اونا رو دفن کرده؟ دیگه خیلی داری از من بازخواست میکنی. حالا چرا بی خودی عصبانی شدی به؟ بهتر به هم بگی چه کسی تو اون باطلاق قایم شد. هیچ کس تو اون باطلاق قایم نشده. اگه تو ببینی دو نفر در اثر مارزدگی مردن مسلما اونا رو دفن میکنی مگه نه؟ خب این کاریه که من کردم. I couldn't make you that proposition, that's why. You know I won't tell nobody, Ben. After all, I got reasons for wanting you to make good, ain't I? Yeah, you sure have. When you going in the swamp again? Oh, 2-3 days. Supposing you ain't back for the dance? Oh, I'll be back. Yeah, but supposing you ain't? Girl can't settle down to one, Dan. Especially when that one don't show up except when a notion strikes him. Why, I told you I'll be back. Better be. سلام بن. سلام تام. لزومی نداره هر دفعه که میای ترابل رو با خودت بیاری. هر سوسماری برای خوردن یه سگ حاضر قایق رو پشت رو کنه. You are the
to leave him here with me. You ain't leaving him nowhere. I'd take care of him like he was my own dog. Yeah, I reckon you would. Got a present for you here, Mr. C. I believe you'd steal my dog if I was to give you half a chance, Tom. I'd like to, Ben, that's the truth. But I reckon I can't now, seeing as how you're my partner. اینجا دنیای دیگه یه مگه نه؟ شنیدم هر کدوم از این ستاره هم برای خودشون یه دنیای دیگه هم. اونا سیاره های بزرگ و درخشانی هستن که در اقیانوس بزرگ شبهای خداوند شناورن و مثل روی زمین خودمون موجوداتی توشون زندگی دارن. زندگی تو این باطلاق درست مثل زندگی کردن توی سیاره دیگه هست. والا تا اونجایی که من این باطلاق رو دیدم اون قدرم خطرناک نیستم. اگه اونو بشناسی نه، ولی اگه آدم وارد نباشه اونقدر باید دنبال راه بگرده تا دیوونه بشه. آدم باید قبل از اینکه به موجودات اینجا عادت کنه اونا رو بشناسه، درست مثل رفت آمد مردم خارج از این باطلاق که مستلزم آشنایی قبلیه. حرف مردم خارج این باطلاق پیش اومد بن، تو هنوز به هم نگفتی دخترم جولی چه شکلیه. به نظر من دختر قشنگیه، فقط یه خورده سر و وضعش خوب نیست. من خوب میدونم که چطوری تونستی دست خالی تو این باطلاق دوام بیاری. برای که از شیوه سرخپوسا استفاده کردی. آخه شنیدم درباره سرخپوسا خیلی چیزا میدونی. قبل از اینکه گرفتار بشم همیشه با یه دورگه شکار میرفتم. اون سرخپوس خیلی چیزا میدونست. They buried their dogs with them because they figured a dog had a soul just like a man's. I don't see no sense in a thing like that. You say a dog is dead when he dies. I don't see how come that should be. Don't he breathe like you, and ain't he got a heart and feelings and a heap of sense? مثلا این پشه رو نگاه کن ببین چجوری سعی داره نیشش رو زیر پوست من فرو کنه. میخواد بگه اون مثل من جون نداره. حالا دیگه نداره. تو اونو نکشتی، اون روحش به جای دیگه رفت. اگه اینقدر مطمئنی که بعد از مرگ به زندگی ادامه میدی، پس اون مردی که کشتی چی شده؟ تو از این که در اون دنیا با پت کالینز روبرو بشی وحشت نداری؟ من پت کالینز رو نکشتم. ولی اون با تفنگ تو کشته شده بود مگه نه؟ اینو خوب یادمه. اینم از کلانتر جب شنیدم که تعریف میکرد تو قبل از اینکه ادام بشی زدی تو سرشو از زندان فرار کردی. درسته، چون نمیخواستم به خاطر کاری که نکردم ادام بشم. یعنی راهی وجود نداره که بشه کلانتر جب و قانع کرد؟ نه بین، من محکوم به زندگی و مرگ تو این باطلاقم و اگه خاطر جمع بشم که جولی آیندش یه طوری تأمین میشه اینجا موندنم اشکالی نداره. قول بده بهش کمک کنی بین. I wish you'd smile at me, Miss Hannah, like you used to. I waited a long time for Thursday to go fox hunting. As soon as I heard his dog sounding off, I sneaked over here. The more little foxes they chase, the better I like it. Anyway, I'd rather you'd worry about me this way than about that old man. I ain't worried about you. Thursday could break you in pieces with one hand. I reckon the Dorsons might have something to say about that. Somebody might get killed. Why, I seen them once with my own eyes when... You seen what? Never you mind. They don't like Thursday no better than I do. They'd be purely pleased if they had a good reason to do something about it. That's what I'm afeard of. Oh, shucks, Hannah, this ain't no way for us to talk. I'd rather die than quarrel with you. I'm cold out crazy about you, Hannah. You know I am. Go away, Jesse. Go away and don't never come back no more. Hannah, don't go away. Go away. Leave me alone.
Stop, sir! Stop, sir! You hear me? Stop, sir! Hannah, where are you? Are you all right? I'm all right. Who was it? Who was it, Hannah? Bertie, you're limping. How'd you hurt yourself? Never mind about my limping. I asked you who it was. Why, You know who it was, don't you? No. No, I don't know. What do you mean you don't know? He was here in the house. He had hold of you, didn't he? I don't know. Oh, I didn't reckon for you to lie to me, Miss Hannah. I can't tell you, Thursday. I can't. Oh. I kind of begin to see. You told him when to come. Oh, no, I never. He just noticed. This ain't the first time. No. I can't hardly believe it, Miss Hannah. You gotta tell me who it were. I can't do that, Thursday. You've got to do it. I can't. I know what would happen. You'd go at him with your gun. Well, there ain't so many men in this country that can't figure it out for myself. I wish you'd tell me how you hurt yourself. I can help you. No. No, you can't, Miss Hannah. راستی که غیر قابل قبوله، اون باید پوست یوزپلنگ بزرگ سال باشه، نه؟ اون بزرگترین پوست یوزپلنگیه که تا حالا تو عمرم دیدم. شوردی بین؟ توی باطلاق. چطوری گرفتی؟ با یه چهارپاره کارشو کردیم. جدی؟ پس یه نفر دیگه هم همرات بوده؟ منظورم من و سگم بود. شنیدم سگ باهوشی داری، ولی دیگه نمیدونستم تیراندازی هم بلده. خودت میدونی منظور من چیه؟ نه راستش هنوزم باورم نمیشه. منم همینطور. اون یوزپلنگ که چیزی نیستیم. اگه تو اوبات فکر میکنی شکارچی های ماهری هستیم، بهتره بقیه پوستایی رو که بین از باطلاق آورده نگاه کنیم. اگه راستش بخوای هنوز هیچی نشده، اون تونسته کلبه قدیمی مارتی رو پر از پوست شکار کنه. آره درسته. باید بگم تا حالا همچی چیزی ندیدم. آره ولی بهترش وقتی میبینی که ما با بن برای شکار به اوکیفوناکی بریم. منو باید خیلی بیشتر از تو و سایرین تله داریم. هرچی گرفتیم به طور مساوی تقسیم میکنیم. نظرت چیه؟ من احتیاجی به شریک ندارم. ببینم اختلافت با ما چیه؟ چی فقط میخوام تنهایی کار کنم. فقط همینه داری بگی بله؟ اولش کن باید خودمون دو نفری به باطلاق میدیم. هرچی گیرمون بیاد مال خودمون دوتا میشه. اگه تو راشه پیدا کردی مثلا من کار مشکلی نیست. ما میتونیم دفعه اول درست تو هفته طول کشید تا تونستم راهو پیدا کنم. حتی سیارم نمیدونست راه کدوم طرفیه. بعد تفنگت دادی دست اون خودت هم میگشی راه خروج پیدا کنی. خیلی دلم میخواد شما دو نفر با اون باطلاق برین. اینو دارم جدی میگم. حتما دارم با سورپرایز بزرگی مواجه میشین. مارتی، give me a bottle of that red liquor. I want to buy Ben Reagan a drink. Give him a bottle of that panther water, Marty. Two drinks of that, they'll go into the swamp and wrestle a bull gator. Yes. Couldn't be nobody but you, Ben. Howdy, Mabel. Where you been at so long? I told you where I was going 2 weeks ago. Mm. Boy, have you forgot already. 2 weeks a long time. I told you to get back for tonight, didn't I? Well, I got us a loan of Marty McCord's horse to take us to the dance tonight. I'm going with somebody else. Well, I told you better get back. Well, I told you to get back, and here I am. Ben, you ain't the only pebble on the beach. My goodness, you just expect a girl to sit around and wait for you. Well, I waited. Waited, and yesterday when you didn't show up, I said yes. To who? Good friend. You might as well know who. It's Miles Tonkin. Oh, him. Sound mighty jealous to me. Why should I get jealous? I got me somebody I can take to that dance. All right, get mad about it. Who else can you take? It's all right, who? Ain't no other girls in town that ain't already got a man.
I got me a somebody, all right. You're lying, Ben Ragan. You can't get another girl for that dance within a day's horse riding, you know it. Maybe I'll let you dance with me. Oh, if my friend don't mind. I can't make no promises. I'll let you know tonight, Ben. Well, hello, Mom. Howdy. Howdy, Mabel. What time you want me to be coming around to take you to the dance tonight, huh? Julie. Hello, Ben. Ed McCord? Is this a pretty dress? It's a beautiful dress. How much? It's $1.50. Well, I want it. Thursday if we ain't gonna dance. You keep on coming, Miss Hannah, you point him out. All right. I'll know who it was when I see him. Hardly knowed you. She looks kind of pretty in that pink dress. Hello, Julie. Hello, Ben. Hello, John. That's a mighty pretty outfit. Come on back, Julie. Sure look kindly pert, Julie. How come you're here, young'un? I brung her, Marty. Well, I'm badly. Howdy, Mabel. Pretty child. I've been watching you with Ben. Thank you. Ain't you Tom Keeper's young'un? Yes, sir. I brung her to this dance, and I ain't gonna have nobody running her down. I don't aim to have words with none of my kin in public. Didn't mean no offense against this young'un, but you're the one that seemed ashamed to say her name, not me. Don't quarrel with him, Ben. He ain't himself. He's just mad because I won't take his bossing, that's all. Oh, no, Ben. You go cool off outside and leave us women folk together.
I guess you know the reason why. Can't you leave her alone, neither? Thought you're supposed to be courting me, Ben. So did I. Hope you don't expect me to just sit around the house and sew. All the time you're monkeying around that old swamp. It's getting to where I don't expect nothing from you but a bossified tongue and a cussing out. You ain't felt my tongue yet, Ben. No way to talk. I suppose Miles Tonkin wouldn't talk like that. No, he wouldn't. He's a gentleman. Oh, well, why don't you get back in there and do-si-do with him so I can dance with my girl? You little chap. You leave me alone! Leave her alone, Reagan! Guess he won't bother you no more. He can have you. Take care, Ben. I got a good idea what you're up to. You get on home. Ben. Hardy, you go on back to the dance. Miles talking. Wish I could come off sooner. I'd have kicked him. I reckon he ain't to blame. Now I know why he took me to the dance, I guess. Why? Because Mabel McKenzie's your girl. Not anymore, she ain't. Maybe I did so, Julie. But I'm right proud I took you. It's funny, I never noticed. You're a heap prettier than Mabel is. If you was a little bigger. I could grow more, maybe. From now on, I ain't going courting nobody else, Julie. If you got no objection. I got no objection. I never in my life asked for no kiss. Oh, it just took him. I'll be dogged if I ain't asking you now, Julie. You mind? I don't mind. Come from Marty's pig pen, didn't it? Yes, Ben. You wait here. All right.
عجله کنیم بچه، خیلی وقت منتظرت بودیم. سلام همسایه. سلام بچه. پس ترزده کجاست؟ بای اسبش در رفت، برگشت با گاریش بیاد، گفت شما ها کارو شروع کنید تا اونم خودشو برسونه. خب اکثرمون اینجا هستیم، میتونی شروع کنی تولی. خب بگو ببینم موضوع چیه. راستش بچه هیچ خوش ندارم اینو بگم، ولی اینطور که معلومه بین ما یه دوز پیدا شده. خب این موضوع تازگی نداره، این دوز باید هر چه زودتر پیدا بشه. سلام بن، کسی رو که به دیدنش اومدی الان تو آشپزخونه داره برای ما قهوه درست میکنه. من به دیدن کسی نیومدم. شنیدم همتون به خاطر اون دوز اینجا جمع شدین ها؟ هنوز چیزی درباره اون دوزا نمیدونیم بن، مون تا اینجا جمع شدیم تا راهی برای دستگیریشون پیدا کنیم. به مرگ همتون آرزومونه که دو نفر نشه. شاید هم باشن. کله پوک منصورت از این حرف چیه؟ تو از این موضوع چی میدونی بن؟ من فقط میدونم دوزی رو در 16 کیلومتر اینجا قایم کردن. البته اگه اونا رو تا حالا از رای رودخونه جای دیگه نبرده باشن. آره که تو اطلاع داری از کجا بدونیم خودت هم دستن در کار نبودی؟ این اواخر تو خیلی این طرف اون طرف هم. آره منم مرتب میرفتم شکار مثل تو. باد سرخون باد خفه، تو که میدونی اون نظر بدی نداره. بازه حرف بزن بن، این کار شوخی برداره. منم میخواستم همینو بکنم. تو داری حرفای بزرگتر از دهنت میسری ریگا. بسته باد حاضره. آقای ریگان قهوه؟ نه متشکرم. حال اون دوستی که تو باتلاق داری چطوره؟ حالا چرا به کلانتر نمیگی کی تو باتلاق قایم شده؟ شاید همون دوست باشی که دارن دنبالش میگردن. قهوه میل دارین آقای مکرد؟ متشکرم خانم. اون منظور چیه؟ من نمیدونم. ما میدونستیم تو یه نفر تو باتلاق داری. این راسته بن؟ سارقه باید همونجا قایم شده باشه، در اوکیفن. اوکی کی تو اون باتلاق قایم شده پسرم؟ ممکنه تام کیفر باشه، مگه نه بن؟ تام کیفر؟ این دختر حتما دیوونه شده. Seems to me you're kind of crazy, Ben. Take up with that young and a keeper. اگه این کارو نکرده بودی من هیچ وقت نمیگفتم کی تو باتلاق بشه. اینطور که معلومه دختر راست میگه. آره راست میگه. فکر میکنم حالا بهت ثابت شد که خوشتاز کیه. خوشتاز همین الان توی نیوون هستن، خودت هم اینو میدونی. ولش کن. چلوی دهنشو بگیر. سر کن ببینم بن. تام کیفر تو مرتبه درسته؟ جوابشو بده پسر. از دختر سالکه اون درباره حرف زد. ما حرفای اونو چنیدیم، حالا داریم از تو میپرسیم. کیفر تو اون باتلاق درسته؟ توجه کن بهم. کیفر یه نفر کشته. ببینم تو با اون یه طرفدار ما هستی. اون کسی رو نکشته. پس بهتره به همون محل اختفای کیفر رو بگیم. خودت محلشو پیدا کن، برو دنبالش. بگه برو. البته برای دستگیریش من میرم، ولی تو باید راهو نشون بدی. همتون عوضی هستین شما. عوضی جد آبادت. حرف دهنتو بفهم. من به حرفش میرم، بیارینش کنار رودخونه. من به شما هیچی نمیگم. حرف بزن ببینم. یالا الان به حرفت میریم. خیال چه بلد کنیم؟ سب کنیم، سب کنیم. این کارو نکنیم خودش تمام جریانو برام میگه. اگه بخواد سرسختی کنه مجبوریم یه جوری به حرفش بیاریم. بگو تام کیفر کجا قایم شده. خب پسر یک کلمه حرف بزن جون خودتو خلاص. من فقط میدونم اون قاتل نیست. جر رو بس کردم با اون بیفایده هستن. باید سرشو بکنیم زیرا. بلندش کن. سرشو بیار بیرون برسن. بیارش بیرون. حالا آذری حرف بزنی؟ بهتر هرچه زودتر حرف بزنی. یه چیزی بگو بن. آذری حرف بزنی؟ ولم کنی تو سر. عفش کن. عمرم بچه به این سرتقی ندیدم به خدا. بچه ها کجا؟ کنار رودخونه. ولش کنین. چی شده؟ هیچ معلوم از اونجا چه خبره؟ از سر رام برین کنار، برین کنار، بیارش بیرون. این میدونه تام کیفر کجا قایم شده. داشتیم ازش اقرار میگرفتیم. بیارش بیرون، بیارینش بیرون.
قصد آزارشو نداره. علی برو کارتون. عصبانی. بن. بن. نه ترس، حالت خوب میشه بسر. اگه حرفمو گوش کردی بودی به اون باطلاق نمیرفتی، حالا اینطوری که درد سر نمیفتدی به چی شده بسر؟ مزرم تو نمیشم پدر، فقط کافیه لباسامو بهم بده. تو بهتر استراحت کنی، تو حالت بده. به اونقدر حالم بد نیست که دراز بکشم و به حرفای همیشگی شما گوش بدم. حتما برای همین حرفا خواستی من از چنگ اونا نجات بده. اگه تو رو نجات دادم برای این بود که پسرم هستی. اینجا خونه ی توه. به من و تو دیگه با هم دعوامون نمیشی. سلامت. سلام خانم مک‌کورت. مارتی اینجاست؟ اونا رو از اینجا ببر بن. برای فروش آوردم مارتین، مثل همیشه. ببرشون بیرون. آخه مگه این پوستا چشونه؟ همشون بوی تام کیفر رو میده. فکر میکردم تو تنها کسی هستی که با من مخالف نیستی. راستش اگه تو میخوای با تام کیفر معاشرت کنی، بهتره پوستاشم ببری جای دیگه بفروشی. مثلا کجا؟ مثل من ببرشون ساوانا. خودت خوب میدونی که من نمیتونم به ساوانا برم مارتین، تا اونجا خیلی راهه. در هر حال بهتره اونا رو از اینجا ببری. اگه نتونم پوستا رو بفروشم از کجا زندگی ما اداره کنم؟ اینش دیگه به خودت مربوطه. ضمناً زنم هم گفته هرچه زودتر اون کالبر رو تخلیه کنی. خودم هم میخواستم همین کارو بکنم. مارتین؟ چیه؟ امشب تصمیم دارین به شکار روبا برین؟ آره میخوایم بریم شکار. دلمون برای سگ تو هم خیلی تنگ میشه. خدافظ خانم مک‌کورت. سلام کلانته. سلام جولی. جولی بهشون گفتی؟ تو اونو لو دادی؟ تو پدرم رو لو دادی؟ من که نمیخواستم جولی، تو که نمیدونی چی شد. تو حق نداشتی این کارو بکنی. حالا اونو میرن سر وقت شنیدن کنانتر جب تو مغازه به سایری چی میگفت. برادران درسن میخوان کمکش کنن. اوه چون از اون مایلز بیکن بدتری. بهتره برفام گوش بده جولی، تو که نمیدونی چی. دیگه حاضر نیستم با تو حرف بزنم. دیگه هیچ وقت پامو تو این کلبه نمیذارم. برات غذا درست نمیکنم، جاتو جمع نمیکنم، هیچ کاری نمیکنم. هیچ کس نمیتونه پدرتو رو بگیره، چون من حاضر نشدم راهو بهشون نشون بدم. او به دیگه هیچ وقت حرفاتو باور نمیکنم. هیچ وقت. باید من اعتماد کنی جولی. مگه من تا حالا به تو دروغ گفتم؟ مگه من پولاتو جمع نکردم؟ من به اون پولا دست نمیذارم. اونا رو ببر بریزشون دور. من اون پولا رو نمیخوام. من میخواستم برای اون جمع کنم، ولی تو اونو کشتی. نه باور کن اینطور نیست. جولی down, Dawkins, down. Listen, Madam Trouble.
گشخانونا دارن میرن، دارن بدجوری شکار رو تحقیق میکنن. اون روبا حتما راه فرار رو پیدا میکنه. چطور منو تو بخوابیم و به این چیزا توجه نکنیم؟ چطور شبا اینجا بمونی؟ فکر نکنم لازم باشه شما از من دعوت کنید. Tell you. How come? I couldn't stand it if you got down on me, too. Is it something you done? Maybe it'll make me feel better if I tell you. Marcus? Ever since then, Thursday don't go nowhere. Just sits around here watching me, waiting for that man to come back. I told him it wouldn't happen no more, but he won't listen. I've been wishing I were dead. I didn't ever reckon there was nothing like that, Miss Hannah. I wished I hadn't told you. ترسای نیست چسی، من هستم. بن، مگه منتظر ترسایی بودیم؟ چرا که نباشم؟ Of course, if you got anything to say to him, Jesse, I know where you can find him. I ain't got nothing to say to him. Well, maybe he'd have something to say to you. I never done no harm to Thursday. I never done nothing to him. What do you think he'd say if I had to tell him where I found your guitar? Go ahead and tell him. You won't come near me, you'd be afraid. He'd just break you in a thousand pieces, that's all. I got friends looking out for me. I guess you know what they do. They gave you a taste of it the other day. Oh, the Dorsons. I was forgetting about them. Yes, sirree. The Dorsons ain't gonna let nothing happen to me. چرا اینطوری بهم نگاه میکنی؟ برای چی اون اعلامیه رو نگه داشتی جسی؟ اونو؟ من خیلی چیزا رو نگه داشتم. آره درسته. تو در اون محاکمه خیلی ساکت بودی مگه نه جسی؟ اونجا فقط سه نفر علیه تام کیفر شهادت دادن، بادو، تیم دورسن و تو. هر سه یه حرفو میزدین درست کلمه به کلمه، سه نفر علیه یه نفر، درسته؟ ما چیزی رو گفتیم که دیده بودیم. آره ممکنه اینطور باشه، ممکنه اینطور هم نباشه. من تام کیفر رو میشناسم، میدونم اون نمیتونه آدم کش باشه، ولی از تو بعید نیست. همینطور هم از بادو، تیم دورسن. نکنه تو دیوونه شدی بن؟ من حتی نمیتونم یه گربه رو ممکنه کارتون نباشه،
ولی حالا همه چیز کاملا برام روشن شده. حالا دارم سر در میارم برای چی برادرای دوسن همیشه اینقدر از تو حمایت میکنن و تو چرا مرتب سنگ اونا رو به سینه میزنی؟ نه نه بن، هیچ این حرفا درست نیست. تو اشتباه میکنی بن، اشتباه میکنی. من اشتباه نمیکنم جسی، تو اونا کشتی یا برادرای دوسن کشتم و تو شاهد بودی. درسته؟ بله، از قیافت کاملا معلومه که درست حد زدم. تو هم مثل اونا مقصری جسی. اگه اونا رو اعدام کنن تو هم اعدام میشی. بهتر این حرفا رو نزنی بن، جون من این حرفا رو نزن. آخه من که کاری ندارم. حرفا نجاتی که برات مونده اینه که همین الان حقیقتو اعتراف کنی جلسی، همین الان. من نمیتونم این کارو بکنم، من نمیتونم بن. باد دورسن منو میکشه. باد دورسن نمیتونه کسی رو بکشه. تو حرف بزن، منم کاری میکنم تام کیفر ازت حمایت کنه. اون وقتی که برادرای دورسن به سزای اعمالشون میرسن. نمیتونم این کارو بکنم بن، من نمیتونم این کارو بکنم. هر طور که میلته، ولی بهتر همین الان با من بیای. یا میبرم پیش کلانتر جیب، یا اینکه تو رو میبرم پیش ترزدی. راه دیگه ای وجود نداره، یا کلانتر یا ترزدی. اگه جای تو بودم کلانتر انتخاب میکردم. با گفتن حقیقت هم وجدانم راحت میکردم، هم از شر دورسنا برای همیشه خلاص میشدم. خیلی خب پاشو، به هر حال باید پیش یکیشون بریم. میبینی؟ برادرای دورسن اینجا نیستن. نمیتونم این کارو بکنم بن، نمیتونم. حالا دیگه خیلی دیر شده. هیچ کس تو به خاطر گفتن حقیقت نمیتونه ناراحت کنه. بن ریگان، ببینم تو اینجا چیکار میکنی؟ جسی مطلبی داره که میخواد بهت بگه کلانتر. بعدش دیگه به خودت مربوطه که چیکار کنیم. خب چرا معطلی جسی؟ نمیخواد اینقدر بترسین. به شما بگو کی پت کالینز رو کشته. راستش حرفی رو که در دادگاه زدم درست نبود. جولی؟ جولی تو اونجایی؟ برو پیکارت، تو حق نداری بیای اینجا. جولی باید ببینمت. من دیگه هیچ وقت نمیخوام تو رو ببینم. جولی تو نمیدونی چی شده. من میخوام برم باتلاق پدرتو بیارم. میخوای اونو برگردونی که اعدامش کنن؟ نه جوری، اونجوری که فکر کردی نیست. اون برای همیشه آزاد شده. خود من ترتیب کارا رو دادم. جسی فکر آوردم حقیقتو بگه. وقتی پدرم حقیقتو گفت اونو حرفشو باور نکردن. حالا امکان نداره حرف جسی رو قبول کنن. برای همینه که میخوام پدرتو برگردونم. کلانتر جب از جسی ویک اعتراف گرفته، دیگه نمیتونه زیر حرفش بزنه. فردا از تام بازجویی میکنه. درو باز کن، بذار باهات حرف بزنم جوری، بذار ببینمت. جولی، جولی، میتونه بیاد بیرون و کسی باهاش کاری نداره. کاملا خاطر جمعم جولی. قراره صبح زود بیان دنبال تو و با قایق کلانتر چپ تو رو بیارن کنار باتلاق که پدرتو ملاقات کنی. I'm going to say a word to Tom about you waiting there, Julie. We're going to surprise him. Show him how pretty you grew up to be. We can live on our farm again. Like folks. That's just the way it's going to be, Julie. All Tom's troubles is over. Past and gone and forgotten. You know what he said to me once? He said living in the swamp is like living on another star. And now it'll be like coming back into the world again. نیست رنگم.
میزنی. سلام بن. سلام. از دیدنت خوشحالم. The first time in years I've been real lonesome. I've been missing this old hound here, that's the truth. Get in this canoe, Tom. Now come. I come to take you out of the swamp. از ایسی اعتراف گرفتم. میفهمی راجب چی دارم حرف میزنم؟ کلانتر گفت میتونی از اینجا خارج شی. فقط کافیه با درسنه رو بدشی. بعد دیگه همه چیز این سابق میشه. هیچ وقت خیلی شوخی نبودی بین. من خدا راستشو گفتم. تو آزادی. تو و جولی دیگه میتونین راحت زندگی کنی. منظوری دیدی که میتونم اینجا رو ترک کنم؟ بله درسته. کلانتر و مارتی مکورد و سایرین جلوی باطلاق منتظرن که از تو استقبال کنن. تا تو یه کلکی در کار بین. تنها چیزی که اونا میخوان اینه که من گیر بیاره. تو حتما دیوونه شدی تام. پدر منم اونجا منتظرته. هاردی، فردلم، جان دکل، مارتی مکور. درست همونطوری که بهت گفتم. میدونستم که هیچ وقت باور نمیکنی. اونا تو رو وادار به این کار کردن. نه اینطور نیست تام. دارم میگم اونا وادارت کردن. اونا فقط میخوان منو دستگیر کنن. اونا همیشه مخالف من بودن، هنوزم هستن. من دارم حقیقتو بهت میگم تام. من که با تو مخالفتی ندارم. خودت هم اینو میدونی. اگه اینطور بود اونا رو میآوردم اینجا. لزومی نداشت تو رو ببرم. ممکنه اینطور بشه، ولی اگه دروغ گفته باشی منم که باید با جونم قرامتشو بدم. بهت گفتم چیه اونجا منتظرتم. If their word ain't no good, the word of the Holy Bible ain't, I reckon. درست مثل اینه که من سالها مرده بودم، ولی تو حالا داری بهم میگی دوباره زنده بشم و به زندگی برگردم. میخوام یه خونده تنها باشم بین. You stay here, you old fool. دیگه لزومی نداره قایم بشی تام. تکون بخوری میبینی داری ذرت مزرعه خودتو با کباب حیوانی که شکار کردی میخوری. آره جولی برام کبابش میکنه. ببینم بن اون آشپزی هم بلده؟ معلومه، دستپخت خوبی هم داره. بگو ببینم بن اون چه شکلیه؟ خوشگل شده؟ راستش تام نمیشه گفت، به تو رفته. حتما شبیه مادرشه. آره درسته، جا فکر نکنم ریش سیبیل داشته باشه. تا کیفه رو بزن منم اون زبون در رو زهرم میکنم. وقتی همون پیش رد بشیم علامت صلیب رو میبینیم. آره منطقه فقط چند دقیقه دیگه رامون. اونا همه منتظرن بهم بگن آزادم. آره همه شان اومدن تام. زدیش؟ فکر کنم برای حد ندارم. برو به طرف اون خشکی. بهتر از پشتشون سر در بیاری. تو دروغ گفتی. نه نگفتم. من آوردی که اونا بکشن. باید همون دفعه اولی که سر وقتم اومدی گلوتو پاره میکردم. مگه زده به سر تام؟ دیوونه بودم که به اطمینان کردم. دیوونم که به کسی اطمینان میکنم. فکر میکردم هنوز توی دنیا آدمای خوب پیدا میشن. ما که نمیتونیم اینجا بشینیم جب بزنیم. درسنا میان سر وقتمون. پس میدونی اونا کی هستن؟ همین ثابت میکنه تو با اونا هم جز اونا کسی دیگه ای نمیتونه باشه. حتما جسی موضوع رو بهشون گفته. مطمئنم تو به اونا گفتی. اونا به اندازه تو از منم بدشون میاد. من دوست تو هم تام. اینو قسم میخورم. امکان نداره این کارو با تو بکنم. حالا معلوم میشه. منظورت چیه؟ چطوری؟ الان ثابت میشه. خودتو بهشون نشون بده. اگه اونا به طرف تو شلیک نکردن معلوم میشه تو هم دستشونی. میخوای منو به کشتن بری؟ نه فقط میخوام بدونم تو این دنیا هنوز کسی هست که حرف راست بزنه یا نه. لزومی نداره خودتو به موشمردگی بزنی. امکان نداره اونا تو رو بکشن، چون هرچی باشه از رفقای عزیزشونی. یا پاش خودتو نشون بده. خیلی خوب تام، اگه این چیزیه که تو میخوای خودمو نشون میدم.
زخمی شدی بن؟ نه فکر نکنم. عذر میخوام بن، باید ترجلی شده از شرشون خلاص بشیم. از این طرف بن. وقتی تیر اندازی کردم وانمود کن تیر خوردی، بعدم دنبالم را بیافت. زدم اشتین، حالا باید کیفه رو گیر بیاری. نه بین، از این طرف اونجا یه مردابه، کتتو بنداز اونجا و بیا. مرداب حقشونی کفی دستشون میزه. نگاه کتاب اونجاست. عجله کن، من از این چه نشت بده. سب کن، زود باش، عجله کن تیم. زود باش، درم برو میرم. عجله کن، زود باش، بکش منو بیرون، بکش بیرون تیم، منو نشت بده، بکش بیرون. زود باش، عجله کن، بجم تیم. زود باش، یاله تیم مرتبه چی هستی؟ منو بکش بیرون، منو نشت بده، بکش. چرا منو نرکشی بیرون تیم؟ آتیم ندارم آفرین آتیم، بکش بیرون. باد خیلی خوب بین، اون دیگه کاری ازش ساخته نیست. پاشو پاشو. از اتفاقی که برای باد افتاد متاسفم تیم، شاید اینطوری بهتر بود، چون لااقل اعدام نشد. نه از این وضع خوشت نیمد، درست تیم؟ 10 سال پیش وقتی قاضی منو به قتلی محکوم کرد که به دست تو و باد انجام شده بود، منم خوشم نیمد. در تمام این مدت تو در دنیای آزاد زندگی کردی و با سایرین رفت و آمد داشتی. من که کسی رو نکشته بودم فرصت اینجا زندگی کنم، وسط یه باتلاق 1100 کیلومتر مربعی با جونورای خطرناک، حتی یه آدمم اینجا نبود، ولی من زنده موندم. شاید تو هم بتونی زنده بمونی، چون تنها رایی که برات مونده فقط همینه. اگه بتونی از گزند مارای سمی، سوس مارای، یوزبلنگا، سایر حیوانات این منطقه که یه وجب خاک خوش نداره در امان باشی، من همینجا ازادت میکنم بمونی. زندگی جدیدو بهت تبریک میگم. یادت باشه اگر روزی راه بازگشت رو پیدا کنی و برگردی، کلانتر جب با یه تراب دار منتظرته. بیا تو آقا. قایقمون اون طرفه تام. داشتم فکر میکردم بن، بهتر منو تو جزیره خودم بذاری. آخه واسه چی تام؟ بهتره تو همراه منو جلی بیای. فکر نکنم دیگه بتونم با سایرین زندگی کنم، احساس میکنم خونم اینجاست. بهتره دنبال تیم برم، خاطر جمع بشم، گم شده و نمیتونه راهو پیدا کنه. نه تو نباید این کارو بکنی تام، جلی اونجا منتظر برگشتن توه، تمام کسانی که تو رو دوست دارن منتظرتن. اونا هاشن، بیا بریم تام. جولی اونجاست، میدونم الان خیلی دلت میخواد اونو ببینی. اونا هاشن دارم میاد، اون جولیه. جوله دادی،
های دوبله دیگر در وبسایت مشهدی.